چطوری؟ نشد درست ببینم دیشب. خجالت میکشی بری به سمرخال سر بزنی این همه سال نرفته پیشش؟ نگران نباشون برود نمیاره. میدونم. خب چته؟ فراریم. مطمئنی میشه اینجا موند؟ آره اینجا انباریمونه، امن و امان. اینجا چه خبره؟ بابا به خدا احمد آدم خوبیه. پس برای چی فرار کرده؟ اه آدم که نکشته، یه خورده بدهی داره اونارم صاف میکنه، قرضاشو میده. هرچی چه فرقی میکنه؟ بهار جان اون رفیق منه، نمیتونم ولش کنم به امون خدا که. باید به سمرخاله بگیم. احمد 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 کجایی احمد؟ دیشب تا صبح من نخوابیدم. برای چی؟ به خاطر اینجا دیگه. چه ربطی به اینجا داره؟ این که مسافر نمیاد. حالا هم فکر نکنم کسی بیاد. خب اینجا مثل ماست بشینی مسافر نمیاد دیگه. مسافر باید قابل. معلوم هست شما کجایید؟ به زور مسافر پیدا کردم این همه وقت اینجا. چند نفرن؟ یه پیرمرد. اولی مسافر اینجاست. من چند لقمه از این خوردم، گفتم این دستپخت آشناست. شما از دیگر میشناسی؟ بله. نمیپرسم از زحمت که چرا خودشو قایم کرد. نم سر قولی که به دوستت دادی بمون، رازش هم فاشن. فقط دیدی بگو در خونه من همیشه به روش باز. چش خواهم کنیم؟ اینجاست؟ ویلا! ویلا! سلام دکتر جون. ببخشید تلفنتو جواب ندادم. شرمنده. ویلا! میدونم جواب امارای اماده دست تو از همه چی خبر داری. ولی اصلا الان آمادگیشو ندارم میخوام دربارش صحبت کنم. یه دو روزی اومدم مسافرت، حالا هوا هم عوض میشه. ویلا! درسته. ویلا! فقط دکتر من موبایلم هم خاموش می‌مونم. یه خواهشی ازت داشتم. نه بابا، قربونت برم. این اتفاق فقط رسانه‌ای نشه. حتما مادم تهران باهات صحبت می‌کنم. یا علی. خداحافظ. ممنونم ازت. آقا سلام. سلام. خوبی؟ ما خونه جنگلی داریم، خیلی هم جای خوبیه. شبی 100 تومن هم میگیری. 100 تومن؟ آره. نه 50 هستی؟ برو آقا، شما مشتری نیست. ببین جلوتره. بیلا. آقای حمیدی؟ آقا هتل تشریف میبرین؟ بله. کدوم هتل؟ چطور مگه؟ من یه جای خیلی خوب سراغ دارم. راست کار شماست. من اتاق رزرو کردم. آقا یه لحظه صبر کن. شما از تهران میای؟ بله. از تهران تا اینجا جای وایسادی؟ نه.
همین دیگه، قسمت این بود شما اینجا وایسید من شما رو ببینم، بودم بیام سمت شما. یه لحظه صبر کنین آقا، این آلبومو نگاه کن، یه رو ورق بزن. چشمنداز دریا، جنگل، طلوع، غروب. به جان مادرم اینجایی که میخوام ببرمت فول آپشنه. شما بیا ببین، اگه اون ته دلت راضی نبودا من دیگه هیچی نمیگم، شما برگرد. بیا دست درد نکنه. آقا اونجا یه سمرخاله داره غذای محلی درست میکنه، انگشتت هم باهاش میخوری. آقا رضا که هرچی از آقایش بگم کمه. من کار دارم بچه. تو رو به خاطر اون عرقایی که تو زمین فوتبال ریختی بیا، اصلا به خاطر اون گلی که به بایر مونیخ زدی، گل خیلی خوب بود. نه نگو. اینجا خلوته؟ دلتون بخواد خلوته آقا. بیا بری. به چشم. سلام، صبح قشنگیه، خسته نباشی لیلا خانم. سلام، صبح بخیر آقای معلم. باره جان چای آقای معلم رو بیار. سمر خاله من نمیدونم چرا انقدر دیر کرده امروز. اون دیر نیومده، من امروز دارم زودتر میرم. من آخه نفهمیدم صبح به این زودی جنگل چه خبره. چند تا درخت باید بررسی کنم، زمان بره دیگه. من که از این تحقیقات شما سر در نیاوردم. انشالله که موفق باشین آقای معلم. بله هم صبحتون بخیر. صبح شما بخیر. مرت شما. وای. بسم الله. باره. باره. مهمون اومد. وای. خوش اومد. اینقدر هولی دختر. همه؟ آقا رضا. مهمون. تحویل بگی. سلام. آقای آرش حمیدی، خیلی خوش اومدین. من رضا هستم. خیلی خوش اومدین. بفرمایید. ماشینا بذید بمونه همینجا. بفرمایید. خواهش می‌کنم. آقای حمیدی هست. سلام. خوش اومدین. خوش اومدین. خب بریم اون برام ببینید. ببینید ویدئوی اینجا انجام شده. بهار جان، میگم این از اون مهمون پولدار هستا. ببینم. مگه از پولدارا بیشتر پول میگیری؟ نه بابا، فکر نکنم اصلا رضا از ایشون پول بگیره. چرا؟ قمخیشتونه مگه؟ نه با ما که از این فامیلا نداریم. با آرش حمیدی دیگه. کی است؟ فوتبالیست معروفه. آه اینه؟ آره دیگه. علی عجب آدم مغروری ها. خب خانوما، من دارم میرم، برای نهار برمیگرد. آقای معلم، میوه ببریم با خود. دست شما درد نکنه. برای صبحانه ممنون. نوشه جان. حامد کجا رفت؟ ولش کن بابا، چیکارش داری؟ بیا اینا پس چم کنیم دیگه. بابا چه مهمون آورد و خون اومده امروز که بازار اینجا راه افتاد. خدا رو شکر. من میارم. اگه اجازه بدید من یه امشب اینجا میمونم تا ببینم چی میشه. خواهش میکنم، قدمتون سر چشم. فقط یه خواهشی ازتون داشتم جان. کسی ندونه من اومدم اینجا. میخوام استراحت کنم، نمیخوام دور و برم شلوغ باشه. خیالتون راحت. اینجا مناسب استراحت شماست. اینجا موبایل آنتن نمیده، اگه تلفن ضروری دارین برین اون بر. مهم نیستش. راستی جان، اینجا چند تا مسافر دارید؟ اینجا واقعیتش فقط استاد ملک رو داریم که اونم اصلا نمیدونه فوتبال رو با چه تیمی نویسن. اون فقط در مورد گلوگیات تحقیق میکنه. بله، من یکی از همین کلبه‌های رو به دریا رو بهتون میدم که حالشو ببرین دیگه. اگه اجازه بدید تا کل با آماده بشه من یه سر برم پاری. خواهش میکنم، راحت بشی. خیلی ممنون. آقای حمیدی نهار چی میل داری؟ فرقی نداره، هر چی بود. چشم. راستی دیدید گفتم اینجا چقدر قشنگه؟ خوشتون اومد؟ دست درد نکنه. خدا رو شکر. کاری بود بهم بگی.
بفرما. چرا این همه سبزی خریدی؟ هر روز منو میفرستی سبزی بگیرم، بذار بمونه برای چند روز. آخه این همه سبزی تازه میمونه، عقل داری تو؟ لیلا چقدر تو این بچه رو دعوا میکنی ها واقعا. بازم دم شما گرم سمر خاله. کجا؟ تو امروز مدرسه نداری که، بیا اینجا بشین سبزی ها رو پاکن با ما. من سبزی پاکنم؟ بله، چی میشه مگه؟ آقا رضا، آقا رضا، بیا کارت دارم. رضام کار نداره، میشینه با ما سبزی پاکن. دستتون درد نکنه. خوردنیه اینا؟ بهار خانم، بس دیگه، چرا انقدر انار درست میکنی تو امروز؟ تو چرا انقدر امروز استرس داری لیلا؟ مثل اینکه یه مهمون درست حسابی اومده. خب حالا اومده باشه. یعنی بقیه مهمونا درست حسابی نیست؟ چرا خاله، ولی این معروفه، معروف. همای سعادت نشسته رو شونه اینا. میره واسه چهار نفر دیگه تعریف میکنه، نونشون تو روغن میشه. آقا نون ما قرار نیست هیچ وقت روغنی باشه لیلا خانم، خیالتو راحت. چرا دیگه آقا رضا، میره واسه چهار نفر حرف میزنه اینجا، هی آدم معروف میاد. خب تو الان من صدا کردی همینو به من بگی؟ نه چی؟ ببشین این سبزی ها رو با ما پاک کن. این همه سبزی برای چی خریدین؟ عروسیه مگه؟ نه این آقا هرچی بازار سبزی بود خریده، ما امتنایی نمیتونیم درست کنیم که با هم دیگه باید اینو پاک کنیم. این دفعه استثنان چیزی بهت نمیگم، ولی نکن دیگه این کارو. میخوام میگیره خودت همش. نفتی آقا رضا خودت نزده میرسه. یه ماشین مثل ماشین آقای حمیدی برام بگی، من خودم هر روز برات سبزی پاکی میکنم. آخه باشه، حالا تو فعلا انارو بگی. فقط رنگ سفیدش باشه. چش الان سیره دیگه، فردا بابا مگه من سر گنج نشستم؟ اگه پول داشتم ماشین قرازه خودم رو عوض میکردم. صاحب گنجم میشه ایشالله. من مطمئنم اگه این آقای حمیدی بره اینجا شلوغ میشه. خیلی دلتون رو خوش نکنه، دوران معروفیت حمیدی هم داره تموم میشه. شما اینترنت نداری، از همه جا بیخبری. تو اگه راست بگی بشی درستو بخونی، نمیخواد بری راجب مردم تحقیق کنی. خب برسد چی میگی بابا؟ مگه علکیه؟ ستاره یه برای خودش، مگه مردم به همین راحتی یادشون میره؟ ناصر اجازی و کسی یادش رفته؟ مهدوی کیا رو، علی دایی و علی کریمی و خیلی ها رو. اینا فرق میکنه، من در موردش تحقیق کردم، کلی حرف پشت سرشه. فکر میکنی برای چی اومده اینجا قایم شده؟ ای بابا، اینم یه مسافریه مثل مسافرهای دیگه. چرا اینقدر راجع به زندگیش حرف میزنی؟ ول کنی، باشم براتون یه دم نوش دم کنم. آخ دست درد نکنم. بکش کنار من رد شم. همه خوابن محبن بیداره وقتی همه خوابن محبن بیداره آقا رضا. آقا رضا. جانم جانم. سلام. سلام. یه سوال ازتون داشتم. جان. گفتید موبایل کجا آنتن میده؟ موبایل همین پشت. ببینید این پشت این ساختمون، خب همین راسته درخت ها. اینه اینه اینه. این درخت چه سبز کوتاه هست. اون حوالی خوب آنتنش. خیلی ممنون. خواهش میکنم.
آوردم. سلام. سلام مادر. نهارتون آوردم. ماهی شکم پر داشتید. دست شما درد نکنه. میشه یکم نون و پنیر یا نون و ماست برام بیارید؟ خب یعنی اینو نمیخوری؟ اون برام خیلی بهتره. باش. میگم بچه ها براتون بیارن. میشه خواهش کنم خودتون بیارید؟ باشه باشه حتما. خیلی ممنون. بعدم آقا حمید اینجا محیط خیلی کوچیکه، ممکنه یکی شما رو دیده بقیه رو خبر کرده. بیا اینا ردشون کن بره. چش. سراغی هم منم گرفتن بگید رفته بیرون. بله. مگه اشکال داشت باشون دو کلمه سلام علیک کنی؟ نه اشکالی نداشت مادر، ولی الان اصلا دل و دماغ صحبت کردن با مردم ندارم. اگه اجازه بدید من میرم یه قدمی بزنم. وایسین. حالا که نمیخواین کسی شما رو ببینه، من از یه مسیر دیگه میبرمتون. با من بیاییم. ماشالله خیلی طرفدار داریم. من خودم از تمام فوتبالیست‌ها فقط اسم یه علی دایی به گوشم خورد. همینا چهار روز دیگه یادشون میره من کی بودم و چی کار کردم. تا وقتی قدرت داری و فوتبال بازی میکنی همه میان سراغت. مثل یه استادیوم 100,000 نفریه، وقتی داری توش بازی میکنی همه تشویقت میکنن، ولی وقتی داور سوت پایان رو زد همه چی خداحافظ خداحافظ. خب تا دنیا دنیا بوده همین بوده بزنم، ولی برای تو الان خیلی جوونی این حرفا رو بزنی. از یه فوتبال فرق داره مادر، ما تا جوونیم به شهرت میرسیم و همه میشناسنمون، ولی تا میایم بفهمیم زندگی چی به چیه، فوتبال تمام شده و میزننت کنار. آدم تو جوانی احساس پیری میکنه مادر. ولی دنیا که به آخر نرسیده. خدا ز حکمت ببندت داری، ز رحمت گشایت داری دیگری پسر. دست شما درد نکنه. از این مسیر برم؟ همینو راست بگیری بری کسی نمیبینه. مستقیم همینو. گریه کردی؟ نه دود آتیش چشم اذیت میکنه. منم گاهی به بهانه پیاز گریه میکنم. خودتونو نپوشونید، اونم مثل من نمیشناسه شما. سلام محمد جان، خوبی؟ ممنون قیجه. میگه اینجا آشغال نریزی. کش احسن را 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 تنیزو دریا ولی آشغال نریز. میگه قماتو بریز تو دریا، اینجا آشغال نریز. کش در به جوی بشین و در اون ببین. خدا حافظ. خدا حافظ محبت. خدا حافظ. سرده من میرم، ولی کاری چیزی داشتین صدام کنیم. چشم. بشین بشین بشین، اصلا بلند نشین.
بده. آقا چرا اینجا خوابیدی آقا؟ سلام. سلام، جا مکان نداری؟ بذار برم دریا و برگردم، میریم خونه من. منم میتونم با تو بیام دریا؟ نه داداش من، نه آقا، یه توییپه، دریا امکان داره خراب بشه. اگه بلایی سرت بیاد هزار تا پدر مادر پیدا میکنی. برم و برگردم، میریم خونه من. سلام مرد جوون. سلام. خسته نباشی. ملک هستم. منم تو اون خونه جنگلی ساکنم. تکیگاه خوبیه نه؟ چی؟ تکیگاه. بله. درخت ها مظلوم ترین موجودات روی زمین هن. هر طوری که بخوان ازش استفاده می کنن. بعدم به راحتی قطعشون می کنن. بعضی از آدم ها هم همه جوره سود می رسونن. ولی زود می زارنشون کنار. همه اینا از ظلم آدم ها ناشی می شه. از اونجا سرچشمه می گیره. ظلم به خودشون، ظلم به طبیعت. هرچی ما گلومونو پاره میکنیم که طبیعت این کشور در خطره، صدامون به جایی نمیرسه که نمیرسه. لااقل شما آدم های مهربون یک کاری بکنید. شما آدم های معروف چی کار کنید؟ مردم شما رو دوست دارن. شما الگوین. به حرفاتون گوش میدن. بگین یه خورده با این نعمت های الهی مهربون تر باشن. خیلی از ورزشکارا و هنرمندا این کارو میکنن. آره، ولی کمه. اگه ما یه جمله رو هزار بار بگیم که بشنون، شما یه بار بگین همه میشنون. اینجوری هم نیست. ما همونقدر که طرفدار داریم همونقدر منتقد داریم. وقتی میری توی استادیوم
نصف استادیوم دوست دارن، نصف استادیوم هم که خودتون بهتر میدونید. حداقل همون نصف جمعیت هم که گوش بکنن کافیه. من دارم میرم خونه باغ، شما هم میایین؟ میشه کمک کنید منم بلند شم؟ چی شده؟ چیزی نیست. حالتون خوب نیست؟ یا علی ماشاءالله سنگین وزنم هست اینا. میریم تو را با هم گپ هم میزنیم. آقا رضا برای پاش مشکل پیش اومده، زانوش ورم کرده. بذار من کمک کنم. بذار خودم میام. دست درد نکنه. میام. اشکال نداره. بودو بپر به سمنخاله بگو ببین پومادی چیزی داره آقای باش. حمیدی آسیب دیده. بودو بودو خوبی الان؟ میام خودم. دست درد نکنه. چی شد آخه یه دفعه؟ یه خورده به خودش فشار آورده جوون. اینو باید بزنم به زانوت. از شما درد نکنه، زحمت نکشید، خودم میزنم. هر جور مایلی. فایده ای هم داره؟ ببین نباید انتظار معجزه داشته باشی، ولی حداقل ورمشو برات میگیره. انتظار معجزه که ندارم دیگه. بیا اینو سمرخاله داد. این چیه؟ خودتو نزن به اون را دیگه، برای احمده. بگیر. ببین بنده خدا رو، با اینکه اعصابم به هم میرزه ولی دلم میسوزه براش. این همه پول و شهرت ولی آرامش نداره. اینو چیه حامد؟ باز رفته خرید کردی؟ نه بابا، بچه ها فرستادم برای آقای حمیدی. فهمیدم پاش شرط میکنه. بچه ها کجا فهمیدن هامه؟ من که چیزی نگفتم، فقط به پویان گفتم. حتما اون رفته همه جا رو خبر کرده. حالا برو جواب لیلا رو خودت بده، خدا به دادت برسه هامت. جواب کیو باید بدم؟ هیچی بابا. این چیه؟ بچه ها فرستادم برای آقای حمیدی، فهمیدن مصدوم شده. این همه وسیله مگه میخواد یه ما اینجا بمونه؟ تازه گفتم میخوام بیان عیادتش. تو چی گفتی؟ منم گفتم حله. ای بابا نمیشه، ببر پسشون بده. آخه من بهشون قول دادم. باج گرفتی ها؟ باج چیه مامان؟ من تو رو میشناسم، زود میبری همه اینا رو پس میدی. آخه تو منو دیوانه میکنی حامد. چیکار کنم؟ سلام. سلام. بلا به دور. خیلی ممنونم. ببخشید، میدونم شما اومدین اینجا استراحت کنین، اما بچه من یه خبطی کرده، به دوستاش گفته شما اینجایین. اونها اینا رو برای شما فرستادن، بیان از شما عیادت کنن. البته من تنبیهش میکنم ولی به اونا قول داده، نمیخوام آبروش بره. اجازه میدین بچه ها بیان شما رو ببینن؟ از شما درد نکن، اینا رو هم برگردونید بهش. آقا شما اصلا هر کی هستی باش، من که شما رو نمیشناختم. اصلا معروفی، پولداری، هرچی هستی، برای خودت هستی. بچه ها زحمت کشیدن اینا رو آوردن. اگه این چند تا بچه نباشن شما رو کی میشناسه اینجا؟ این سمرخاله رو میبینی؟ تو این محل از شما بیشتر میشناسنش، اما این همه ادا اصول نداره. نکنه بذاره بره سمر خاله بفهمه منو میکشه. ای خاک بر سرم. بابا چیکار کردم؟
محبت آقا محبت یه دقیقه بیا اینجا. سلام. خسته نباشی عمو. این ماهیگیری که با توی میاد ماهیگیری و خونه‌شون رو بلدی؟ بله. میتونی منو ببری اونجا؟ آره. بریم با هم دیگه در خونه‌شون. دای دنیا تخو تنها شدم من، گیاهی در دل صحرا شدم من. اسمش چیه؟ عمو. عمو 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 سخت نیست براتون هر روز میرید دریا فقط به خاطر یه ماهی؟ بعضی روزا یه ماهی، بعضی روزا هم هیچ، ولی بعضی روزا میگیرم، زیاد میگیرم. چرا این کار؟ چی کار کنم؟ باید کار کرد، زندگی ما از این دریا میگذره. شما نگفتین چه کاره ای؟ امشب هیچی ازم نپرسم. حداقل جوون اسمت به من بگو. هر چی دوست داری صدام کن. مهمان حبیب خداست. منم به شما میگم حبیب. خوبه؟ آره. حبیب آقا. یه روز قایق داشتم، با قایق میرفتم دریا. دریا طوفانی بود. موجی اومد، افتادم تو آب. به زور تونستم خودمو نجات بدم. بعد از چند روز قایق منم آب آورد بیرون. شکسته بود، دیگه به درد نمیخورد. پولی هم نداشتم که درستش بکنم. رو آوردم به اون تویی. سختت نیست؟ چی کار کنم؟ دریا هر روز یه حالی داره. مثل زندگی، یه روز خوشه، یه روز ناخوشه. اون روز به من گفت نه یا من رفتم. قایقم شکست، خودم کم مونده بود بمیرم. آره نه باید خودم دیگه یه قربونت برم لعی. لیلا برای شام چی کار میکنی؟ چه میدونم باید. این فوتبالیسته که فقط ماست میخوره. سب کنم سمرخاله بیاد ببینم چی میگه دیگه. سمرخاله کجا مون؟ رفته پیش آقای حمیدی. حامد، هم آبروی خودتو بردی هم آبروی ما رو. ببین الان سمرخاله بیچاره مجبور شده بره کارهای تو رو ماسمالی کنه. نه بابا، ماسمالی چیه؟ دارم هم درد دل میکنم. چی میگن حالا؟ نمیدونم. فقط این که آقای حمیدی قبول کرد که امشب بچه‌ها بیان ببیننش. واقعا؟ آره. تو هم سری برو به بچه‌ها بگو که امشب بیان. پس من میرم. آره. چی شد؟ یه دفعه خوش اخلاق شد؟ نه. بعد اخلاق نبود بنده خدا. احساس میکرد به خاطر مشکل زانوش دیگه نمیتونه بازی کنه. به همین خاطر خدا حالش بد. کاش باش به درف نزده بودم. چی گفتی مگی بهش؟ هیچی. لیلا. چی گفتی بهش؟ هیچی نگفتم بابا. چی نگفتم دیگه؟ دسته درده. سه دو یک ال. آقا خیلی دسته درده. دوت بگیرم سلفی چیه؟ به به سلفی که آقای حمیدی بگیره چه سلفی میشه؟ یواش یواش از نیمکت افتادم. آره باید بعد جلوتر. خوبه؟ عالی.
بفرمایید. آقا دست از سر نکنه. دمت گرم آقا. سلامت باشی. لطف کرد میگم. قربونت برم. چی آمد؟ آره بابا بپرس دیگه. سوال داره. آقای حمیدی من یه سوال از حضورتون داشتم. میتونم الان بپرسم؟ چاره. آیا میدیم ما آخر نفهمیدیم شما استقلالی هستین یا پرسپولیسی هستین؟ معلوم استقلالی دیگه. چی استقلالی بابا؟ 10 سال تو پرسپولیس بودی. بچا اول اسمتونو بگید. احمد رضا. منم که احمدم. پویان است. محبت. تو که عشق منی. امین. مهیار. خوبین. آریکشالا. چه اسم خوبی استقلالی برسید. استقلال. استقلال فقط چوکای تالش. ای محبت تو نمبر 1 پرسپولیس. آقا من می‌خواستم یه چیز دیگه هم بگم. محبت تو چرا دیگه؟ پویا صدای خیلی قشنگی داره. می‌خواد برای ما بخونه بری خجالت بکشه. آقا اجازه برای ما اجازه اول آقا محبت بخونه بخونه آقا. دست بزنید. بچه‌ها آروم دست بزنید محبت هم بخونه. دست بزنید. نه 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 سلام. آقا عالی بود. آقا ما به دست درد کنم. محمد باریکلا خیلی خوب بود. محمد خیلی خوب بود. اسم نداشت. مگه میخونی؟ همون سنتی که میشه با خودت میخونی. بخونی رو برامون دیگه. ولی آقا من یه شعر داشتم بچگی هم نوشته بودم فقط به عشق شما. زبون نریز بخونی. زبون نمیریزم. اسم شما هم حتی هست. بخون. بخون. بخون بخون. اجازه هست آقا. فیلم میگیری؟ آره آره اشکال نداری. سینم را هر ورق وا کردی اسم خود را اندرش جا کردی نگاهم کردی سلام دکتر جون. خوبم خدا رو شما خوبی؟ من خودم میتونم حدس بزنم جواب امارایی هم چی میشه، ولی خب دوست دارم از زبان خودت هم بشنوم. درسته. بله. باشه دست درد نکنه. یا علی خداحافظ. دقت کردی چند روز خبری نیست؟ دیگه اذیتمون نمیکنن، انگار که به بودنمون عادت کردن. آره حداقل دیگه اینجوری نگران جون مسافرامون نیستیم. جون خودمون چی ببین چه جوری زد. طوری نیست، خوب شده. دست شما درد نکنه. خیلی, خیلی خوش گذشت. خیلی خوش اومدین. دستتون درد نکنه. بازم بیاین پیش ما. سلامت بشید. آقای بفرمایید. قابل شما رو نداره. دست شما درد نکنه. سر شما. اینجوری آدم میاد.
توی کیسه ای چیزی میذاشتی؟ حواسم هست مادر. دستتون درد نکنه. خواهش می‌کنم. بازم بیاین. ماشینم کثیف نکنه. حواسم هست. چش. خداحافظ شما. خدا سلامت. بازم بیاین برام. چش. صدای چی بود؟ صدای تیر بود؟ من بیهوده گرد کوچه و با